تعارف نمی کنم بیایی بالا، چون خیلی به هم ریخته است. باشه وقتی دیگه برو، من منتظرتم. بهت میخوره شلخته باشی. زود برمیگرد. سلام. معلومه تو کجایی؟ بابا به بهونه لباس تونستم بپیچونم بیام ببینمت. این دختر خوشگله کیه باش اومدی؟ دیدیش؟ من همش اینجا چشم انتظار تو هم. ساراست، دختر فریده، ولی با فریبرز و نسرین زندگی میکنه. دختر خوبیه. من خودشون بچه ندارن. مثل اینکه این نسرین بچهش نمیشه. حالا چی شد با سارا خانم اومدی اینجا؟ هیچی، نامزدش بهش نارو زده، گفتم بیاد بیرون یه بادی هم به کلش بخور. اینجور مواقع زنا یادت باشه احتیاج به پشتیبان دارن، به یه همدم، چیزی که من اصلا نداشتم. حالشو میفهمم. ازش خوشت میاد؟ من؟ دو روز دیدمش، بعد نامزد داره. این چیزایی که تو میگی معلومه اینو به هم بر نمیگردن. وقتی یه زن این چیزا رو بشنوه دیگه بر نمیگرده. من میدونم. قربونت برم، قصه نخور. من هر کاری باشه براتو میکنم. میدونم. چقدر منتظر این روزا بودیم، یادته؟ معلومه که یادمه. الان باید چیکار کنیم؟ فرصت ها رو از دست نده. یادت باشه برای چی الان اونجایی؟ میدونم. همشون رو دیدی؟ نسرین رو دیدی؟ آره. خب ببین، هیچکی لیلا نمیشه، خیالت راحت. ولی فکر کنم نسرین خوشحال نیست من خونه‌شونم. معلومه که هیچکس خوشحال نیست. مطمئن باش هیچکس خوشحال نیست. حالا کی برمیگردی؟ برم 4 تا تیکه لباس بردارم ببینم این فریبرز کی بی خیال ما میشه. آقا پسردار شده. ببخشید. طول کشید. دیگه داشتم کلافه میشدم. این همه چپ راست سمس میده. کی؟ حامد. بلش کن جوابش نده. الان که فکر میکنم میبینم این نباید همچین دروغی به تو میگفت. منم جای تو بودم عصبانی میشدم. بذار یه مدت واسه خودش باشه. همیشه انقدر زود نظرت عوض میشه؟ نه آخه من خیلی فکر میکنم. الانم که تو بودم داشتم به تو فکر میکردم. یعنی به این موضوع فکر میکردم. دیدم اصلا همچین دروغی راه نداره آدم کسی بهش بگه. حالا اصل خونه رو ندارم، میای بریم یه دور بزنی؟ بریم نهار بیرون مهمونه من. منظورم حالا نهار نبود. حالا نهار بخوریم اشکالی داره؟ نه، بقیه زنگ به نسرین بزن. از این به بعد سریال همگناه رو فقط با تلویکا تماشا کن. تلویکا.